سلام و روز بخیر. این ویدیو راهنمایی برای مقابله با بحران کرونا برای پناهجویان فارسی زبان در آلمانه. در این ویدیو خانم دکتر حسیری به سوالات رایج ما در مورد کرونا پاسخ دادند. دکتر حسیری پزشک عمومی و فعال در زمینه مراقبت‌های اولیه روانتنی یا همون سایکوسوماتیک و همچنین فعال در زمینه مراقبت‌های اولیه برای پناهجویان هستند. دکتر حسیری در اینترهومینس به پناهندگانی که دچار تراما شدند مشاوره‌های سایکوسوماتیک میدن و در یک مرکز تست کرونا مشغول به کار هستند. چرا جدی گرفتن کرونا برای پناهندگان اهمیت ویژه‌ای داره؟ بیماری کرونا از بهار امسال در سرتاسر دنیا به شکل خطرناکی شدت گرفته و تبدیل به یک پاندمی شده. پاندمی به بیماری گفته می شود که در سطح جهانی گسترش پیدا می کند. تا این لحظه یعنی آگوست 2020 حداقل 14 میلیون نفر در کل دنیا به این بیماری مبتلا شدند و 600 هزار نفر فوت کردند. برای همین وظیفه انسانی ماست که از خودمون و از بقیه مراقبت کنیم تا بیشتر از این آسیبی به کسی وارد نشود. اتحاد و احترام متقابل هر دو لازمند تا ما از این بحران عبور کنیم. این شامل پناهندگانی هم میشه که به دلایل مختلف مجبور شدن کشور خودشون رو ترک کنند. بسیاری از اونها اونقدر سختی کشیدن که به نظرشون میاد که سختگیری های مسئولان در رابطه با کرونا بی‌انصافی در حق اونهاست. این یک تفکر اشتباهه و کسانی هستند که پناهنده نیستن ولی زندگیشون به مراتب بیشتر توسط کرونا به خطر افتاده. چون اگر مبتلا بشن خطر مرگ اونها رو تهدید میکنه. مثل افراد مسنی که در خانه های سالمندان زندگی می کنند و متاسفانه برای مدت طولانی کسی نمی توانست به ملاقات آنها برود. یا افرادی که از قبل بیماری های مزمن دیگری دارند و ابتلا به مفونتی مثل کرونا می تواند براشون با خطر مرگ همراه باشد. برای همین تمام افراد یک جامعه از جمله پناهندگان باید دست به دست هم بدهند و از قوانینی که در این مدت برای مبارزه و جلوگیری از ابتلا به کووید 19 تدوین شده پیروی کنند. در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا آلمان به نسبت خیلی خوب تونسته این بحران رو مدیریت کنه. آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آلمان نسبت به خیلی کشورها پایین‌تر بوده و محدودیت‌هایی که وضع شدن خیلی کمتر از جاهای دیگر است. همین شرایط خوب و موفقیت آمیز باعث میشه که خیلی‌ها فکر کنن اینها همش زحمت زیادی و اضافه است. مبالغه می‌کنن. من حتی یک نفر رو هم نمیشناسم که کرونا گرفته باشه. اینها همه ساختگیه تا مردم رو سرکوب کنند و به خصوص برای ما پناهنده ها تبعیض قائل بشند. ولی اگر یک نگاهی به کشورهای دیگه بیاندازید میبینید که واقعا اینطور نیست. این بیماری واقعا یک بیماری خطرناکه. بنابراین ما نباید اوضاع خوب و به نسبت مناسب آلمان رو به این تعبیر کنیم که همه چیز دوباره به حالت عادی برگشته و نکات ایمنی مربوط به کرونا رو جدی نگیریم. اگر این کار رو بکنیم دوباره شمار مبتلایان در پاییز به شدت بالا میره. دوباره باید وارد قرنطینه همگانی بشیم. زندگی عادی رو تعطیل کنیم و طبیعتاً هیچ کس این رو نمیخواد. گاهی میشنویم یا میخونیم که این ویروس عمدن ساخته شده تا به دیگران آسیب برسونه و عده‌ای میخوان این وسط نفع ببرن. آیا این حقیقت داره؟
خیر، این موضوع حقیقت نداره. بر اساس جدیدترین و آخرین اطلاعات علمی که ما داریم، این ویروس به احتمال زیاد توسط یک جهش اتفاقی به وجود آمده. جهش‌های ژنتیکی به شکل اتفاقی در طبیعت اتفاق می‌افتند و باعث تغییر بنیادی در یک ساختمان ژنتیکی میشن. هیچ مدرک و نشانه جدی مبنی بر اینکه این ویروس در آزمایشگاه به شکل مصنوعی ساخته شده باشد وجود نداره. در رابطه با کرونا تئوری توطئه و اطلاعات غلط فراوانی وجود داره. در این رابطه کاملا هوشیار و با چشم باز عمل کنید. اطلاعاتتون رو از منابع مطمئن بگیرید، مثل وزارتخانه سلامتی، وزارت سلامت و انستیتو روبرت کوخ. این وزارتخانه ها و کارشناسان سلامتی اطلاعات کاملا قابل اطمینانی رو در اختیار شما میگذارند. به غیر از اینها دکتر خانوادگی شما یا همون هاوس آرتستون میتونه برای گرفتن اطلاعات و مشاوره در مورد کرونا کمکتون کنه. چه چیزی در مورد بیماری کووید 19 وجود داره که اینقدر اون رو خطرناک میکنه؟ فرق این بیماری با سرماخوردگی معمولی چیه؟ یک، تا جایی که فعلا میدونیم این ویروس از ویروس عادی سرماخوردگی و آنفولانزا مسری تره. دو، برای آنفولانزای معمولی واکسن و دارو وجود داره. دست کم برای مراحل اولیه‌اش. ولی در مورد کووید 19 اینطور نیست. سه، روندی که این بیماری طی می‌کنه بسیار شدیدتر از آنفولانزای معمولیه. معمولاً از هر 5 کیس 4 نفر روند متعادلی از بیماری را تجربه می‌کنند. اما حدوداً 20% از بیماران روند بسیار سختی را تجربه می‌کنند. به خصوص افراد مسن و کسانی که سابقه بیماری‌های خاص دارند. این روند سخت گاهی تا جایی پیش میره که منجر به مرگ فرد بیمار میشه. 4. اخیراً ثابت شده که ریه تنها عضوی نیست که این ویروس بهش حمله میکنه. این ویروس به بقیه اعضای بدن مثل مغز هم آسیب میزنه. در نتیجه این بیماری عوارض طولانی مدتی حتی بعد از بهبودی داره، مثل خستگی مفرط، عدم تمرکز و افسردگی. چطوری میتونیم بفهمیم که خودمون یا کسی از اعضای خانوادهمون به کووید 19 مبتلا شده؟ علائم رایج این بیماری چیا هستند؟ کرونا اشکال مختلفی داره. میتونه کاملا بدون نشونه باشه یا اونقدر شدید بشه که باعث ذات‌الریه و از کار افتادن ریه بشه. با این حال رایج‌ترین نشانه های کرونا اینا هستند: تب، سرفه، آبریزش بینی، از دست دادن حس بویایی و چشایی، گلو درد، سردرد، بدن درد، نفس تنگی، اسهال یا استفراغ. از ناراحت کننده ترین ویژگی های این بیماری اینه که حتی قبل از پیدایش نشانه ها در فرد بیمار، فرد قابلیت انتقال اون رو به دیگران داره. در نتیجه فرد مبتلا ممکنه هنوز خودش ندونه که مریض شده و به ظاهر سالم باشه. برای همینه که آنقدر روی ماسک زدن و پوشاندن دهان و بینی تأکید میشه. اگر فکر میکنیم که به ویروس کرونا مبتلا شدیم، باید چه کار کنیم؟ اگر با فردی که مبتلا به کروناست در تماس بوده باشیم، چه سمپتوم داشته باشیم و چه نه، باید با اداره سلامت محل یا همون گزونتایتسام تماس بگیریم. انستیتو روبرت کوخ وبسایتی داره که تو این وبسایت شما می توانید
کد پستی محل زندگیتون رو وارد کنید و نزدیکترین اداره سلامت محل زندگیتون رو پیدا کنید و باهاشون تماس بگیرید. ما لینک وبسایت روبرت کوخ رو براتون توی بخش توضیحات این ویدیو گذاشتیم. انستیتو روبرت کوخ یک مرکز وابسته به دولت فدرال آلمانه که مسئول نظارت بر بیماری‌ها و جلوگیری از اونهاست. اگر سمپتومی داریم باید با پزشک خانوادگیمون تماس بگیریم. دکتر میتونه توسط یک تست کرونا تشخیص بده که آیا بیمار هستیم یا نه. ولی حتما قبلش با مطب تماس بگیرید که افراد دیگه‌ای که برای ویزیت اومدن مبتلا نشن. مطب‌هایی هم هستن که اختصاصاً کیس‌های کرونا رو ویزیت می‌کنن و تست می‌گیرن. مثل مطبی که من خودم هستم. چطور می‌تونیم خودمون و خانوادهمون رو از ابتلا به ویروس محافظت کنیم؟ مواردی که باید برای جلوگیری از ابتلا به کرونا رعایت بشن اینها هستند. حداقل 1.5 متر از دیگران فاصله بگیرید. موقع سلام و احوالپرسی تماس فیزیکی مثل بوسیدن، بغل کردن و دست دادن نداشته باشید. توی صورت دیگران سرفه یا عطسه نکنید و روتون رو برگردونید. یا توی خم آرنجتون عطسه و سرفه کنید یا توی دستمال و بلافاصله اون دستمال رو دور بیاندازید. در و پنجره ها رو مرتب باز کنید تا هوای تازه در جریان باشه. اگر می خواهید کسی رو ببینید یا قراری بذارید تا حد ممکن سعی کنید بیرون و در هوای آزاد باشه. مرتب دست هاتون رو با آب و صابون و حداقل برای 20 ثانیه بشورید. تا جایی که امکان داره به صورتتون دست نزنید. در محیط‌های زندگی اشتراکی مثل کمپ‌های پناهندگان خیلی سخته که فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشتی رو رعایت کرد. در این شرایط چه کار کنیم؟ در هایم یا همون کمپ‌های پناهندگی خیلی سخته که فاصله گذاری اجتماعی و این نکات بهداشتی رو رعایت کرد. چه کار باید بکنیم؟ این موارد همه جا باید رعایت بشن. به خصوص توی محیط‌هایی که افراد زیادی با هم زندگی می‌کنند. اونجا باید با دقت و سختگیری بیشتری رعایتشون کرد. چون خطر ابتلا خیلی بالاتره. اگر مشکلات رعایت بهداشت وجود داره، مثلا توی یک جایی مثل آشپزخونه، خودتون دست به کار بشین و یک برنامه برای نظافت با مشارکت بقیه افراد هم تنظیم کنین. یک قانون دیگه که در این جور جاها باید رعایت بشه اینه که هر بار تعداد مشخص و محدودی از افراد اجازه دارند در آشپزخونه و بقیه مکانهای عمومی باشند. استفاده از وسیله هایی که همه به اونها دست میزنند مثل دستگیره های در ظروف آشپزخانه و تلفن‌های همراه باید به حداقل رسونده بشه و سطحشون مرتب ضدعفونی بشه. تا حد ممکن به صورتتون دست نزنید چون ممکنه ویروس رو از طریق دهان، بینی یا چشمانتون انتقال بدید. لطفاً مراقب بچه هاتون باشید. نگذارید که چهار دست و پا و یا مدام از جای به جای دیگه برن. اینطوری ممکنه ویروس را از طریق دست‌هاشون به بقیه بچه‌ها و خانواده‌ها منتقل کنند. ولی از همه اینها مهمتر اینه که کرونا را کاملاً جدی بگیرید. صرفاً چون زندگی تا حدی به حالت عادی برگشته و خیلی از آدم‌ها دیگه موارد بالا را رعایت نمی‌کنند، دلیل نمیشه که این پاندمی تموم شده باشه. لطفاً توجه داشته باشید که شما مسئولیت ویژه‌ای دارید.
چون به خاطر زندگی مشارکتی در حیم ممکنه چندین نفر همزمان با هم مبتلا بشن. ما در حال حاضر در مرحله دوم پاندمی هستیم که یعنی بسیاری از جاها مثل مغازه ها و رستوران ها کاملا باز شدن و به طور کلی فضای ریلکس تر و آروم تری حاکم شده. آیا این به معنی اینه که دیگه میتونیم مثل سابق رفتار کنیم و زندگی کنیم و اینکه دیگه داره دوران این ویروس تموم میشه؟ خیر. زمانی ما میتونیم بگیم پاندمی به پایان رسیده که داروها و واکسن موثری برای ویروس سارس کوف-2 کشف شده باشه. تا اون زمان باید تمام پیشگیری های لازم رو سفت و سخت انجام بدیم. توی کشورهایی مثل آمریکا میبینید که دنبال نکردن این موارد ایمنی چه عواقبی رو به دنبال داشته و چقدر آمار مبتلایان بالاست. در بدترین حالت ممکنه کل سیستم و کادر درمانی یک کشور از کار بیفته. این وضعیت ریلکسی که در حال حاضر می‌بینید در واقع برای اینه که ما تعادلی رو بین رعایت موارد ایمنی برای پیشگیری از ابتلا و ادامه دادن زندگی اجتماعی و معیشتی برقرار کنیم. در نتیجه مهمه که نگذاریم این حس امنیت ناشی از وضعیت فعلی باعث بشه که وارد یک جور احساس بیخیالی بشیم و نکات ایمنی رو رعایت نکنیم. از طرفی اینکه خیلی از فعالیت ها رو میشه انجام داد به این معنی نیست که ما باید حتما انجامشون بدیم. بهتره تا جایی که ممکنه احتیاط کنیم، وگرنه موج دوم این ویروس شروع میشه و دوباره همه باید وارد قرنطینه بشیم. آیا قرنطینه شدن واقعا لازمه؟ آیا اداره سلامت یا همون گزونتایتسامت میتونه قانونا دستور قرنطینه بده؟ شدیدترین و مؤثرترین اقدام در برابر کرونا قرنطینه است. قرنطینه به معنی جداسازی کامل فرد مبتلا و همچنین افرادی که با او در تماس بودند. این کار برای حفاظت بقیه افراد جامعه از ابتلا به ویروس و جلوگیری از پاندمی انجام میشه. منبع قانونیش هم پاراگراف 10 اصل حفاظت از بیماری های واگیر داره. بنابر این قانون کارشناسان مربوطه مثل کارشناسان اداره سلامت اجازه دارند که عده‌ای رو در مکانی قرنطینه کنند یا از ورودشون به جای خاصی جلوگیری کنند تا خطر ابتلا رفع بشه. قرنطینه به طور معمول 2 هفته است، اما ممکنه به دلایل مختلف تمدید بشه. هیچ وقت نباید تصور بشه که این یک جور آزار و بی‌عدالتی یا حتی زندانی کردنه. این تنها یک حرکت پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار بیماری در سطح جامعه است. چه زمانی بالاخره داروی مؤثر یا واکسن کرونا به دستمون میرسه؟ در حال حاضر حدود 150 مرکز تحقیقاتی و شرکت داروسازی در سرتاسر دنیا و با تمام قوا در حال تحقیق روی این موضوع هستند تا برای این ویروس دارو و واکسن تولید کنند و موفقیت‌هایی هم داشتند. با این حال برای اینکه دارو یا واکسن در سطح گسترده و عمده تولید بشه و به دست همه برسه باید مراحل خیلی زیادی رو از جهت کنترل کیفی طی کنه و داروسازها باید مطمئن بشن که محصول تولید شده 100% هم مؤثره و هم بی خطر و قابل استفاده برای انسان تا بشه اون رو در سطح جهانی توزیع کرد.
بیشتر کارشناسان فکر میکنن که این امر تا بهار آینده امکان پذیره. با این حال هیچ چیز قطعی نیست. در حال حاضر تست بعضی از این داروها روی انسانها شروع شده و شاید حتی برای برخی از بیماران حتی زودتر داروهای آماده بشه. با این حال اینجور تحقیقات خطاپذیری بالایی دارند و ممکنه حتی تا بهار آینده هم از لحاظ تأمین مواد اولیه به مرحله تولید انبوه نرسیده باشد. پناهجویان اغلب از ما میپرسن حالا که به خاطر کرونا روند کلی زندگی اجتماعی آهسته تر شده، تکلیف مراحل قانونی کیس های پناهندگی چی میشه؟ آیا امکان دیپورت شدن هنوز هم وجود داره؟ از لحاظ قانونی وضعیت پناهندگان بسیار متنوع است و شخص به شخص و ایالت به ایالت فرق میکند. برای همین ما نمیتوانیم نظر خاصی در این مورد بدیم. برای اطلاعات صحیح و معتبر در این زمینه بهتر به وبسایت ایالت خودتون مراجعه کنید یا به مراکز مشاوره پناهندگان که توی آلمان بهشون فلوشتینگزرات میگوییم. در مورد براندنبورگ میتونیم بگیم که تمام ارتباطات و مکاتبات با اداره مهاجرت تا حد ممکن دیجیتالی و آنلاین شده که از خیلی جهات همه کار رو راحت تر کرده. به دلایلی که ریشه در ملاحظات عملی و حقوق بشری دارند، در حال حاضر کسی به کشور خودش دیپورت نمیشه. ما لینک وبسایت های مربوط به امور پناهجویان در ایالت براندنبورگ را در بخش توضیحات این ویدیو براتون گذاشتیم. از خانم دکتر حسیری برای راهنمایی هاشون خیلی سپاسگزاریم. ویدیوی دیگری هم در رابطه با بحران کرونا داریم که در اون با دکتر حسیری به جنبه‌های روانی اجتماعی کرونا پرداختیم. لینک این ویدیو رو میتونید در قسمت توضیحات پیدا کنید. از اینکه همراه ما بودید ممنونیم و امیدواریم هر جا که هستید سلامت باشید.